محموله قاچاق نفت ایران سر از آمریکا درآورد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از سرنوشت نفتکش سوئز راجان. چرا کاخ سفید بر روی این نفتکش مهر توقیف زد؟ آبدانان در سوگ یک مرگ مشکوک دیگر، مرگ منصور سگبند چند روز پس از آزادی از بازداشت نیروی انتظامی. چرا این مأمور سابق نیروی انتظامی به مرگ تهدید شده بود؟ تصمیمی به قیمت جان شهروندان ایرانی، نتایج شوکه کننده یک تحقیق با مشارکت دانشگاه ییل. اگر علی خامنه‌ای با واردات واکسن کرونا مخالفت نمی‌کرد، تلفات در ایران تا 75,000 نفر کاهش می‌یافت. مرگ هزاران نفر برای سود شرکت‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی. بحران دیگر در صحنه جنگ روسیه و اوکراین، انهدام سد بزرگی در استان خرسون و نگرانی از وقوع فاجعه در بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا. انگشت اتهام مسکو و کیف به سوی یکدیگر. و رقابت عصر جدید، وقتی لیتیوم نفت دهه آینده می شود. سلام و وقت شما بخیر. سه‌شنبه 16 خرداد ماه 1402، خیلی خوش آمدید به امروز. من رضا مهندس هستم. روایت نفتکش سوئز راجان بعد از بیش از یک سال به پایان خودش نزدیک میشه. نفتکشی با 800,000 بشکه نفت قاچاق ایران که در یک روند قضایی طولانی توقیف شده، حالا در خلیج مکزیک پهلو گرفته. قرار نفت این نفتکش از طریق تانکر به تانکر تخلیه بشه. سوئز راجان اولین تانکر حاوی نفت ایرانه که با تصمیم وزارت دادگستری آمریکا توقیف و صاحب اون دادگاهی میشه. اما آیا این روند شروع دور تازه‌ای از فشارها بر جمهوری اسلامی خواهد بود؟ همکارم آرش علایی در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به فراز و فرودهای این پرونده قضایی. تانکر سوئز راجان که حاوی 800,000 بشکه نفت ایران است، به دستور دادگستری آمریکا توقیف و اکنون در نزدیکی آب‌های آمریکا در انتظار تخلیه است. سوئز راجان اولین تانکر حاوی نفت ایران است که با تصمیم وزارت دادگستری دولت بایدن در جهت اجرای قانون تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی توقیف و صاحب آن دادگاهی می‌شود. مکان: آب‌های پرتلاطم خلیج مکزیک، حدوداً در 100 کیلومتری سواحل تگزاس. این تانکر بهمن دو سال پیش به خاطر قاچاق نفت ایران ابتدا مدتی بلا تکلیف ماند و پس از بیش از یک سال وزارت دادگستری آمریکا در اردیبهشت ماه امسال آن را توقیف کرد. بالاخره در تیر ماه سوئز راجان برای تخلیه به 100 کیلومتری سواحل تگزاس در آمریکا رسید. پرونده سوئز راجان با پیچیدگی‌های زیادی روبرو است. تصمیم اخیر دولت بایدن را پس از یک سال باید چگونه تعبیر کرد؟ ابتدا باید بگم که این پرونده از حساسیت خاصی برخورداره. تصمیمات مربوط به این پرونده باید با در نظر گرفتن مسائل مربوط به امنیت ملی گرفته بشه. تحلیل من اینه که با توجه به طمأنینه دولت بایدن در توقیف این تانکر، تغییر تاکتیکی کاخ سفید در توقیف این کشتی میتونه به این معنی باشه که وزارت دادگستری از کاخ سفید برای افزایش اجرای تحریم‌های نفتی علیه ایران چراغ سبز گرفته. شورای امنیت ملی و شخص رئیس جمهور در تصمیم‌گیری در این موضوع نقش مستقیم داشتن، چون جمهوری اسلامی میتونه دست به مقابله به مصر بزنه. شواهد حاکی از آن است که سپاه پاسداران حداقل دو بار پس از توقیف سوئز راجان دست به اقدامات تلافی جویانه زده. 7 اردیبهشت ماه گذشته سپاه پاسداران نفتکش ادوانتج سویت را که زیر پرچم جزایر مارشال در دریای عمان در حال تردد بود، با ادعای برخورد با یک لنج ایرانی توقیف کرد. 6 روز پس از آن نیز سپاه پاسداران نفتکش نیووی را در آب‌های آزاد تنگه هرمز توقیف و دلیل این اقدام را شکایت شاکی و دستور مقام قضایی عنوان کرد. به گزارش وال استریت جورنال، یکی از نفتکش‌های توقیف شده توسط ایران در حال انتقال محموله نفت خام کویت به هیوستون در آمریکا بود و نفتکش دیگر نیز پس از ترک دبی و حرکت به سمت بندر فجیره در امارات متحده عربی توقیف شده است.
فکر میکنم کاخ سفید دست به تغییر تاکتیک در قبال جمهوری اسلامی زده تا راه‌های بیشتری برای افزایش فشار به رژیم ایران پیدا کنه. در حالی که کاخ سفید ادعا میکنه هنوز به دنبال دستیابی به راه حلی دیپلماتیک در مورد توافق با ایرانه. این تغییر تاکتیکی رو نباید با تغییر استراتژیک در سیاست آمریکا اشتباه کرد. در دوره اوباما هم قبل از امضای برجام تغییرات تاکتیکی از این دست رو شاهد بودیم که برای افزایش فشار یا هدایت مذاکرات به سمت و سوی خاصی صورت می گرفت. برای رسیدن به محل لنگر انداختن سوئز را جان سوار بر یک قایق حدوداً 100 کیلومتر از سواحل تگزاس دور شدیم. سوئز را جان بالاخره در دیدرس است. در آب‌های بین‌المللی هستیم در خلیج مکزیک، جایی که احتمال می‌دیم که تانکر سوئز راجان پهلو گرفته باشه. اون تانکری که روبروی ما هست احتمالاً سوئز راجان خواهد بود. این دلیل میگم احتمالاً که وقتی اینجا توی مخشم می‌زنید اسمشو می‌زنه unknown vessel، یعنی شناور ناشناخته، و ما احتمال می‌دیم که به خاطر اینکه وزارت دادگستری آمریکا نمی‌خواد دقیقاً جای این کشتی برای بقیه تانکرهایی که این دور اطراف هستن مشخص باشه از کلمه unknown vessel استفاده کرده. سوئز راجان قبل از سفر به خلیج مکزیک به مدت یک سال در آسیای جنوب شرقی و در مجمع الجزایر ریاو پهلو گرفته بود. شرکت هستی مالک این تانکر در لس آنجلس کالیفرنیا ثبت شده و پس از اثبات تخلف سوئز راجان در انتقال نفت قاچاق ایران، این تانکر تا روشن شدن وضعیت حقوقیش در مجمع الجزایر ریا باقی ماند. تانکر سوئز راجان در اواخر بهمن ماه سال 1400 در آبهای شرق سنگاپور در حال بار گرفتن نفت ایران از نفتکش دیگری به نام ویرگو با استفاده از روش تانکر به تانکر بود. ویرگو که تحت پرچم پاناما فعالیت می کند مدت هاست که به کار قاچاق نفت تحریم شده ایران می پردازد. ویرگو در اواسط بهمن 1400 پس از بارگیری نزدیک به 800 هزار بشکه نفت ایران از جزیره خارک به سمت سنگاپور به راه افتاد. همونجور که میبینید تانکر بسیار سنگین هست، از اون رنگ قرمز میتونید بفهمید که کاملا فرو رفته در آب. دلیلش این است که هنوز تانکر پر نفت هست و هنوز تخلیه نشده. نمیدونیم چرا اینجا لنگر انداخته است سوئز راجان. از وزارت دادگستری آمریکا سوال پرسیدیم، ایمیل زدیم بهشون، هنوز به ما پاسخ ندادن. برخی از کارشناسانی که اینجا با ما صحبت کردن میگن دلیل اینکه سوئز راجان اینجا لنگر انداخته این است که میخوان از طریق سیستم تانکر به تانکر نفت اون رو منتقل کنند و بعد تانکر دیگری اون نفت رو به سمت آمریکا ببره. دولت آمریکا از زمان توقیف دو کشتی ادوانتج سویت و نیووی تا کنون اقدام به اعمال کامل تحریم‌های نفتی علیه ایران نکرده. با این حال برخی کارشناسان می‌گویند دولت بایدن در حال آماده سازی برای انجام عملیات‌های بیشتری از این دست است. خبر جدیدی در مورد توقیف نفتکش‌های جمهوری اسلامی توسط آمریکا یا دیگر کشورهای غربی مخابره نشده. اما اخیراً شاهد تقویت حضور ارتش آمریکا در آب‌های خلیج فارس بودیم که برای حفاظت از امنیت تجارت دریایی صورت گرفت. این حرکتی حساب شده است، مخصوصاً اگر دولت بایدن می‌خواد که در آینده نزدیک نفتکش‌های دیگری را به خاطر قاچاق نفت ایران توقیف کنه. وزارت دادگستری آمریکا میگوید سوئز راجان قرار بود تا پس از اتمام انتقال نفت از طریق تانکر به تانکر به سمت چین رهسپار شود. منتقدان جو بایدن و موافقان تحریم نفت ایران میگویند دولت او تاکنون فشار معنیداری را به چین وارد نکرده تا تجارت نفت خود را با جمهوری اسلامی متوقف کند. آرش علایی، خلیج مکزیک. بعد از مرگ مشکوک بامداد سلیمان خانی، دانشجوی 21 ساله اهل آبدانان که پس از آزادی از زندان با علائم مسمومیت در بیمارستان جان خودش را از دست داد، بار دیگه نام این شهر با یک مرگ مشکوک دیگه گره خورد. منصور سگوان، 19 ساله، دانشجوی حقوق و عضو افتخاری نیروی انتظامی خرم‌آباد که پیشتر در اینستاگرامش از قطع همکاریش با نیروی انتظامی خبر داده بود. او عکسی با لباس نیروی انتظامی منتشر کرده و نوشته بود در کنار هموطنانم میمانم.
اما چرا مرگ منصوره در روز 14 خرداد ماه مشکوکه؟ بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، منصوره سگوند روز سه‌شنبه 9 خرداد از سوی نیروی انتظامی بازداشت و روز 10 خرداد با قرار کفالت از بازداشتگاه نیروی انتظامی شهرستان آبدانان آزاد شده بود و 4 روز بعد اعلام شد که بر اثر ایست قلبی فوت کرده. به گفته خانوادش او بیماری زمینه‌ای نداشته. ویدیویی که ملاحظه فرمودید پست اینستاگرامی 2 پیش منصوره بود. او بارها از تهدید و فشار شدید نیروهای امنیتی استان ایلام سخن گفته بود. مثل همین استوری که مشاهده می‌فرمایید که نوشته ما را از مرگ می‌ترسانند، جانم فدای وطن. او در استوری دیگری گفته ما جنایت را با چشم خود دیدیم و واقعیت‌ها را گفتیم. این انقلاب نزدیکتر از چیزی که فکر می‌کنید اتفاق می‌افته. مرگ مشکوک منصوره واکنش‌های بسیاری در افکار عمومی داشته. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار تصویری از منصوره سگوند از مردم لرستان و استان‌های همجوار خواست که صبح امروز سه‌شنبه 16 خرداد در مراسم خاکسپاری دختر ایران شرکت کنند. مقامات جمهوری اسلامی این بار هم از در تکذیب درآمدند. فرماندار خرم‌آباد مدعی شد که او از کارکنان نیروی انتظامی نبود و در گذشته و در مقطع کوتاه به عنوان همیار پلیس همکاری داشته. رئیس دادگستری استان ایلام هم احضار یا بازداشت او را رد کرده. او در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد بر اساس بررسی پزشکی قانونی هیچ گونه علائمی مبنی بر درگیری یا ضربه بر جسد او مشاهده نشده. پزشکی قانونی در معاینه اولیه اعلام می کند که هیچ آثاری مبنی بر ضرب و جرح در بدن ایشان وجود ندارد. از اعضای داخلی بدن که به اصطلاح امعا و احشا میگن نمونه برداری شده برای علت تامه فوت. ایشان تحت هر عنوان شاکی، متهم، شاهد و مطلع به مراجع انتظامی، قضایی و یا نظامی و امنیتی احضار نشده است. پیکر منصوره در خرم‌آباد روستای ریگ‌سفید به خاک سپرده شد. دختری که برای معرفی خودش نوشته بود قوی بمان، قصه‌ات هنوز تمام نشده. او که میگفت ما را از مرگ میترسانند، انگار ما زنده ایم، تا ابد و یک روز جانم فدای وطن، پاینده ایران. همراه میشیم با آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. خیلی خوش آمدید خانم امینی به برنامه امروز. یه مرگ مشکوک دیگه و باز هم داستان سرایی از سوی جمهوری اسلامی. چه اتفاقی میفته که این جوانها جونشون رو از دست میدن، حتی در مواردی دست به خودکشی میزنن؟ واقعا پروسه عجیبیه. سلام به شما و به اجازه بدید که من سخنم رو با تسلیت به خانواده خانم سگوند و همه مردم ایران شروع بکنم. همونطور که شما گفتین این اتفاقی هست که متاسفانه تک تیراندازان جمهوری اسلامی، منظور من تیراندازی نیست، منظور من مفهوم پیدا کردن آدم هایی که تک به تک در واقع اسیر میشن، کشته میشن. من اصرار دارم از واژه کشته شدن استفاده بکنم، برای اینکه وقتی کسی بارها اعلام میکنه که مورد تهدید قرار گرفته، اعلام میکنه به دوستانش که اگر من کشته شدم بدونید که من بیماری زمینه ای نداشتم، و بعد مرگ ناگهانی اون ایست قلبی اعلام میشه. یک دختر 20 ساله چرا اساسا باید دچار ایست قلبی بشه بدون هیچ دلیل پزشکی دیگری؟ بنابراین ما ناچاریم که این رو بگذاریم کنار شواهد دیگری. شما به اشاره کردین به آرش فروزنده جمالی، مریم آروین، بامشاد سلیمان خانی، کسانی که از زندان آزاد شده بودن و با فاصله اندکی بعد از آزادی ما مرگ ناگهانی اونها رو با بهانه‌های مشابهی مثل ایست قلبی داشتیم. بنابراین متاسفانه باید بگیم که این مرگ‌ها مشکوک به قتل حکومتی هستن و باید پذیرفت که از جمهوری اسلامی هر کاری واقعا برمیاد. خانم امینی اگر نگاه بکنیم واقعا فشارها هم طی چند روز گذشته همینطور که میبینیم بر خانواده قربانیان، همینطور اونهایی که در حقیقت آزاد شدند، معترضینی که از زندان بیرون اومدن، بر خانواده اونها، بر خود اونها افزایش پیدا کرده. حکومت به دنبال چیه؟
مسلماً حکومت به دنبال ساکت کردن مردم هست، بدون اینکه به ریشه های اعتراض های اونها، به خواسته های واقعی مردم ها کمترین اهمیتی بده. صرفاً مثل همیشه ما در طول بیش از 4 دهه هست که میبینیم هر وقت که اعتراضی روی داده، به جای شنیدن صدای مردم به سرکوب مردم ادامه دادن. اما اتفاقی که به طور مشخص در مورد این پرونده رخ داده، یعنی در مورد پرونده خانم منصوره سگوند، خاص‌تر هست، به دلیل اینکه او اذعان داشته، عکس‌هایی رو منتشر کرده که در یک دستکم دوره کوتاه از زندگی کوتاه مدتش با نیروی انتظامی، با پلیس همکاری کرده و حساسیت حکومت روی این مسئله بسیار بیشتر هست، به دلیل اینکه اولا حکومت انتظار داره تمام نیروهای انتظامی و امنیتیش پاسبان اون باشن، نه کنار مردم، نه پاسبان مردم، و دیگر اینکه ما در واقع روزهای پرشکوه اعتراض زن زندگی آزادی رو داشتیم، حالا دختری رو میبینیم که چند ماه قبل لباسش رو با پوشش انتظامی و چادر مشکی منتشر میکنه، اما بعدش میگه من کنار مردم ایستادم، و او رو با لباس رنگی نارنجی و با حجاب دیگری میبینیم. حکومت همین ریزش رو نمیخواد، وحشت داره از اینکه این مثل یک دومینو سرایت بکنه به سایر در واقع کسانی که در نیروهای انتظامیش، در پلیسش، در نیروی امنیتیش حضور دارن و اونها هم الگو برداری بکنن. بنابراین اینها رو باید کنار هم دید و کنار همه کسانی که این روزها دادخواهی رو مستمرانه، اگر به نگاهی به اینستاگرام خانم سگوند بیاندازیم، یکی از پست های ایشون شعری هست، میگه طبق معمول تا که مردم شهر اندکی از خروش کم کردند، سر کوچه پای هر دیوار دارها باز قد علم کردند. یعنی داره اعتراض میکنه به سرکوب، داره اعتراض میکنه به اعدام. خب حکومت از این تداوم، از این مصر بودن در اعتراض و پیگیری حق واقعا وحشت داره، و طبیعتاً مرگی اینچنین رو تکرار میکنم، این مرگ نیست بلکه یک قطعاً یک قتل حکومتی است. بسیار ممنونم از شما خانم امینی که در برنامه امروز همراه من و بینندگان بودید. سپاسگزارم. اگرچه جهان بلای خانمانسوز همگیری کرونا را پشت سر گذاشته، اما زخم‌های بسیاری به جا مونده، از آسیب‌های اقتصادی تا عزیزانی که دیگر باز نمی‌گردند. همگیری کووید 19 در ایران دست کم 150 هزار نفر را قربانی خودش کرد. نتایج یک پژوهش جدید نشون میده که اگر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با ورود به موقع واکسن خارجی مخالفت نمی کرد، تلفات جانی در کشور 50 تا 75 هزار نفر کمتر می شد. یعنی گستردگی فاجعه به نصف کاهش پیدا می کرد. همراه بشیم با کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی که از پنسیلوانیا همراه ما هستن. آقای آرامش، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز. اول یه مقداری میشه برای ما در مورد جزئیات این مقاله‌ای که منتشر شده بفرمایید؟ درود بر شما. بله، این مقاله هست که کار گروهی از پزشکان و پژوهشگران ایرانی هست، از دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه آکسفورد که نویسنده اصلی مقاله، آقای دکتر غفاری از اونجا هستن، و همینطور کینگز کالج که دیگه از نویسندگان اصلی مقاله، آقای دکتر شهرام کردستی از اونجا هستن. من هم یک مشارکت کوچکی در مقاله داشتم. نکته ای که میخواستم عرض کنم این هست که در خیلی از سایت های خبری به اشتباه دانشگاه ییل ذکر شده که این نادرست هست و باید اصلاح بشه. هیچ کدوم از نویسندگان فعلی مقاله نسبتی با انتساب فعلی به دانشگاه ییل ندارن، اما به دانشگاه معتبر دیگه مثل نمونه‌ای که عرض کردم انتساب دارن. این مقاله نوشته شده و یک نکته دیگه هم که عرض کنم، نویسندگان اصلی مقاله در قالب همکاریشون با آیفا، یعنی انجمن بین المللی پزشکان و کادر درمان ایرانی، این کار انجام دادن و این مقاله رو نوشتن، و از این حیث بایستی از آیفا بابت اینکه این محملی برای این کار شد قدردانی کرد.
حضورتون عرض کنم که این مقاله در حال حاضر به صورت پری پرینته، به این معنی که هنوز از مرور همتا رد نشده و در یک جورنال آکادمیک چاپ نشده، در این مرحله به زودی طی خواهد کرد امیدواریم، ولی چون کووید اهمیت زیادی داره این امکان فراهم اومده که مقاله هایی که پژوهش‌های مهمی رو انجام میدن به صورت پری پرینت منتشر بشن و نظر افراد صاحب نظر بین‌المللی رو بگیرن. این مقاله از همین طریق الان منتشر شده و در دسترس قرار گرفته و خوشبختانه تا همین الان تایید بعضی از افراد خیلی صاحب نام در زمینه سلامت عمومی هم به دست آورده. این مقاله بفرمایید در مقایسه ایران با تعداد دیگری از کشورها که از لحاظ سطح درآمد و نوع واکسن‌های مورد استفاده مشابه ایران بودن و با یک مدل سازی ریاضی که بقیه عوامل یکسان در نظر گرفته شدن فقط سرعت و تأخیر واکسن در نظر گرفته بشه، نشون داده که اگر واکسیناسیون در ایران با تأخیر رخ نمیداد و معادل کشورهای مثل ترکیه یا بحرین که مشابه ایران هستن انجام میشد، میشد از تعداد زیادی 50 تا 75 هزار مرگ پیشگیری کرد، اگر که فقط ما این عامل واکسن در نظر بگیریم. از کلمه یه مدل ریاضی است و یک چیز تجربه شده بیرونی و واقعی نیست و همینطور با کشورهای دیگری هم مقایسه کرد. این خلاصه از محتوای مقاله. خیلی کوتاه فرصت باقی مونده، چه نکاتی درباره از حیث اخلاق در مدیریت و سیاست‌گذاری نظام سلامت داره این گزارش؟ تأخیری که رخ داد همه ازش آگاهیم که دلایل مختلفی براش ذکر شده. این مقاله برامون نبوده که بیاد اثر کمی هر کدوم از اون دلایل رو به تفکیک نشون بده، اما همه میدونیم که منع تجویز واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی و همینطور سرمایه‌گذاری که روی بنیاد برکت شد و به خاطر تهیه واکسن ایرانی عملاً انجام واکسیناسیون به تأخیر افتاد و همینطور عدم مشارکت در فاز 3 کارآزمایی بالینی از عوامل اصلی این تأخیر بودند. اغلب این عوامل به واسطه دخالت نابجای سیاست و ایدئولوژی سیاسی در امر سلامت بودند. بنابراین درس اخلاقی میگیریم این هست که که نهاد آکادمی و نهاد سلامت عمومی باید اونقدر مستقل باشه و از نهادهای مستقل جامعه بدنی برخوردار باشه که در آینده تأثیرات ناروای ایدئولوژی سیاسی باعث اثرات مخربی و با این اثرات مرگبار و مشابه کشتار نداشته باشه. بسیار ممنونم از شما کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی که از پنسیلوانیا همراه ما بودید. ممنونم از شما. سپاسگزارم. انفجار سد نووا کاخوفکا در جنوب اوکراین بحران جدیدی در صحنه جنگ آفرید. سدی که در مناطق اشغالی روسیه قرار داره رو دو طرف یکدیگر رو مسئول این فاجعه میدونه. علاوه بر آب گرفتگی گسترده در روستاهای اطراف و دستور تخلیه اسرائیل، نگرانی ها درباره وقوع یک فاجعه در بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا هم بالا گرفته. هومن میرقاسمی گزارش میده. تخریب سد نووا کاخوفکا همزمان با آغاز احتمالی ضد حمله ارتش اوکراین، کیف و مسکو یکدیگر را متهم به منفجر کردن این سد می‌کنند. مقامات اوکراین در مورد زمان آغاز ضد حمله به ارتش روسیه سربسته صحبت می‌کنند، ولی می‌گویند هدف کرملین از تخریب سد جلوگیری از این ضد حمله بوده. از سوی دیگر نماینده اوکراین در دیوان بین المللی دادگستری انهدام سد را اقدامی تروریستی توصیف کرده. اوایل امروز روسیه سد بزرگی واقع در نووا کاخوفکا را منفجر کرد که باعث تخلیه قابل توجه منطقه از غیر نظامیان، آسیب‌های زیست محیطی شدید و تهدید ایمنی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا شد. اقدامات روسیه اقدامات یک کشور تروریستی و متجاوز است. سد و نیروگاه آبی نووا کاخوفکا در مناطق تحت اشغال روسیه و در مسیر رودخانه دنیپر قرار دارند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند مناطق اطراف سد را آب فرا گرفته. مقامات دو طرف از مردم خواستند از سرزمین‌های پست خارج شوند و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده 80 شهر و روستا در معرض سیل قرار گرفتند. این در حالی است که نگرانی ها از وقوع یک فاجعه هسته‌ای در نیروگاه زاپوریژیا افزایش یافته.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید فعلا خطری فوری این نیروگاه را تهدید نمی کند. عدم وجود آب خنک کننده برای مدت طولانی باعث ذوب سوخت و عدم کارکرد ژنراتورهای دیزل اضطراری می شود. با این حال ارزیابی فعلی ما این است که هیچ خطر فوری برای ایمنی کارخانه وجود ندارد. همانطور که می توانید تصور کنید ما لحظه به لحظه این موضوع را دنبال می کنیم. با این اوصاف تخریب سد نوواکاخوفکا هزاران نفر از مردم جنگ زده اوکراین را با خطرات جدیدی مواجه کرده. خطراتی که حدود 15 ماه پس از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین رو به افزایشند. هومن میرقاسمی، لندن. ساعتی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه متشکل از 7 شخص و 6 نهاد در ایران، چین و هنگ کنگ را در ارتباط با برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی را تحریم کرد. این شبکه با انجام معاملاتی خرید قطعات و فناوری‌های حساس و حیاتی را برای توسعه برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی تسهیل کرده. بریم به وزارت خارجه آمریکا. همکارم سمیرا قرایی اونجا با ماست. سمیرا، جزئیات بیشتر این تحریم ها را از زبان تو میشنویم. رضا، صبح امروز وزارت خزانه داری یک مجموعه تحریم تازه رو وضع کرد علیه برنامه موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی ایران. نوعی از تحریم‌ها که در چند ماه اخیر حداقل چندان شاهدش نبودیم. تحریم‌های چند ماه گذشته مشخصاً نقض حقوق بشر یا صنایع پهپادی جمهوری اسلامی رو هدف می‌گرفتند، اما باز هم تقریباً بعد از یک سال راجب موشک‌های بالیستیک تحرکات اینجا در وزارت خارجه و وزارت خزانه داری داره مشاهده میشه. 7 نفر هستن، 6 نهاد مشخصا در داخل ایران و در چین و در هنگ کنگ که دارن مورد تحریم قرار میگیرند. علت این تحریم ها هم مشخصا خرید قطعات اساسی و مهم یا قطعات دو منظوره است که به کار برنامه موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی ایران میاد. تعداد زیادی، فکر میکنم 4 شرکت هستن در چین و هنگ کنگ که تسهیلاتی رو برای جمهوری اسلامی، مشخصا برای وزارت دفاع و برای یکی از مجموعه های زیر نظر وزارت دفاع یعنی صنایع شیمیایی پارچین، زمینه رو مهیا کردن که این قطعات رو خریداری بکنن. تعدادی از افرادی که تحریم شدند تابعیت چینی دارند. 2 نفر هستند که تابعیت ایرانی دارند. یکی قاسم حقیقت هست که گفته میشه در چین جزء سهامدارانی است که با این شرکت های نظامی کار میکنه، و همچنین داوود دامغانی، وابسته امور دفاع نظامی جمهوری اسلامی در چینه که اونجا میره با مقام‌های شرکت‌های مختلف صحبت می‌کنه تا زمینه خرید قطعات برای شرکت پارچین یا یک شرکتی به نام شرکت صدر که اون هم از زیر مجموعه‌های پارچین هست رو فراهم بکنه، اون قطعات حیاتی و ضروری یا حتی قطعات دو منظوره رو خریداری بکنن، نقل و انتقال مالی صورت بگیره. و خب حالا این شبکه مالی رو وزارت خزانه‌داری شناسایی کرده و این تحریم‌ها هم امروز وضع داره میشه که همین امروز هم حائز اهمیت است. ما ساعتی پیش از وضع این تحریم ها راجع به موشک هایپرسونیک فاتح شنیدیم که جمهوری اسلامی رونمایی کرد. البته موشک هایپرسونیک است، ولی در ابتدای خرداد ما موشک خیبر که مشخصا موشک بالیستیک بود رو رونمایی کردند که خب فرانسه بهش اعتراض کرد. بسیاری از کشورهای غربی معتقد هستند که فعالیت های موشکی بالیستیکی جمهوری اسلامی مغایر با قطعنامه 2231 است، اما جمهوری اسلامی و به همراهش روسیه و چین این مسئله را قبول ندارن و معتقدند که ایران میتونه حتی زیر نظر 2231 هم فعالیت های موشک های بالیستیکی خودش رو ادامه بده. سمیرا، خیلی ممنونم از تو. سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دومین روز نشست خودش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و انطباق اون رو با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار داد. بر اساس گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در بیش از 2 سال گذشته روند فعالیت‌های هسته‌ای تهران به گونه‌ای بوده که آژانس نمی‌تونه صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها رو
تایید بکنه. ترویکای اروپایی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده هم با صدور بیانیه های ضمن ابراز نگرانی از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواستار توقف اقدام های تنش‌زا از سوی مقامات ایران شدند. به ویان بریم، همراه بشیم با همکارم احمد صمدی، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این شهر. احمد، از زبان تو میشنویم در روز دوم و به ویژه در جلسه‌ای که مخصوص ایران بود چه گذشت؟ رضا، خب امروز بررسی انطباق برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل تموم شد و چند ساعت پیش بود که دیپلمات‌ها در واقع جلسه رو ترک کردن و خب بیانیه‌هایی صادر شد که نشون میداد که جامعه بین‌المللی همچنان نگران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست، نگران این هستن که مقامات جمهوری اسلامی علی‌رغم قول و قرارهایی که با رافائل گروسی مدیر کل آژانس گذاشتن که همکاری بکنن اما همکاری نمی‌کنند هستن، و از طرف دیگه همچنان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی داره گسترش پیدا می‌کنه، سرعتش بسیار بالاست و این مغایر است با تعهداتی که در واقع جمهوری برای عدم اشاعه هسته‌ای داده. این رو در هم بیانیه‌ای که ترویکای اروپایی دادن، آلمان، فرانسه و بریتانیا، همچنین بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا داد و همچنین ایالات متحده. اما خب نکته‌ای که میشه در خصوص این بیانیه‌ها اشاره کرد این بود که لحن بیانیه‌ها با توجه به بیانیه‌هایی که در گذشته صادر می‌شد کمی ملایم‌تر هستش، به ویژه بیانیه‌ای که ایالات متحده داده. اما به هر حال در هر دو، در همه بیانیه‌ها همچنان نسبت به بی‌اعتمادی جامعه بین‌المللی به فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره میشه. نکته ای که وجود داره این هستش که امروز اون چه که بررسی شد این بود که جمهوری اسلامی علی‌رغم اینکه قرار بود بر اساس قطعنامه 2231 و همچنین تعهدات برجامی خودش ذخایر اورانیومش همچنان 202 کیلوگرم باشه، اما 23 برابر افزایش پیدا کرده، به 4744 کیلوگرم رسیده که از 367 تا 60% هستن. 60% اورانیوم غنی شده ایران الان 114 کیلوگرم شده و خب کارشناسان میگن میشه باهاش دو بمب هسته‌ای رو، یعنی ساخت سوخت لازم برای دو بمب هسته‌ای هست. در خصوص سانتریفیوژ ها هم همچنین قرار نبود که جمهوری اسلامی از سانتریفیوژ های پیشرفته آیار 6 آیار 4 استفاده بکنه و اونها رو عملیاتی بکنه، بلکه فقط میتونسته از اونها برای تحقیق و توسعه استفاده بکنه. الان 1052 سانتریفیوژ آیار 6 دارن غنی سازی انجام میدن، سطح غنی سازی رو به 60% رسوندن و همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی از تعهداتی که داشته در خصوص قطعنامه 2231 همچنان تخطی کرده. ضمن اینکه در دیگر موارد هم از جمله تولید اورانیوم فلزی که اشاره شده بهش باید متوقف بکنه و همچنین مسئله مربوط به راکتور آب سنگین عراق هم همچنان آژانس معتقد که اطلاعاتی در این خصوص نداره و جامعه بین‌المللی از جمهوری اسلامی میخواد که نسبت به ارائه این اطلاعات این مراکز به آژانس تردید نکنه و فوراً اونها رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بده. احمد، خسته نباشی، ممنونم از اینکه در برنامه امروز بودی. احمد صمدی، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. جهان آینده جهان انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیری که بشر کم کم باید از انرژی‌های فسیلی خداحافظی بکنه. خودروهای الکتریکی هم بخش جدای ناپذیری از آینده ما هستند. خودروهایی با باتری‌های لیتیوم، لیتیومی که از اون به عنوان نفت دهه آینده یاد میشه. در این شرایط رقابت کشورها هم از نفت به سمت این طلای سفید کشیده شده. پیام دریابی نگاهی کرده به این رقابت عصر جدید و منابع تولید این ماده استراتژیک. عربستان در مسیر فراوری و تولید لیتیوم، ماده حیاتی برای تولید باتری خودروهای برقی. دومین مرکز فراوری لیتیوم این کشور با مشارکت شرکت‌های اروپایی تا 4 سال آینده به بهره برداری می‌رسد. گسترش تولید خودروهای الکتریکی کم کم این ماده سفید را تبدیل به یک ماده استراتژیک کرد. پیشبینی می شود میزان تولید لیتیوم تا 7 سال آینده 8 برابر شود و به 4 میلیون تن در سال برسد. چین خریدار اصلی لیتیوم است. 70% لیتیومی که در جهان تولید می شود برای ساخت باتری خودروها و تلفن‌های همراه به چین صادر می شود. چنین انحصاری زنگ خطر را برای آمریکا و اروپا به صدا درآورده. حالا همه به دنبال منابع جدید این ماده و سرمایه گذاری روی فناوری های جدید هستند. لیتیوم 33 ومین ماده فراوان در دنیا است.
اما به علت واکنش پذیری زیاد به شکل ترکیبی در طبیعت یافت می شود. بنابراین استخراج و فراوری آن بخش مهمی از تولید این ماده است. لیتیوم را می توان در معادن و در شورابه های طبیعی مانند دریاچه های نمک و میادین نفتی یافت. استخراج لیتیوم از شورابه ها متداول ترین و ارزان ترین روش تولید این ماده است. شیلی، آرژانتین و بولیوی با داشتن 75% ذخایر لیتیوم شورابی جهان بزرگترین دارنده مخازن این ماده هستند. اما استرالیا بزرگترین تولید کننده فعلی لیتیوم است. آن هم از معادن این کشور. اگرچه تولید لیتیوم از سنگ ها و معادن هزینه زیادی دارد، اما افزایش قیمت این ماده استراتژیک استخراج معدنی آن را مغروم به صرفه کرده. تولید روبه گسترش خودروهای الکتریکی و تجهیزات الکترونیکی نیاز به لیتیوم را افزایش داده. طلای سفیدی که در دهه آینده جایگاهی مهمتر از نفت پیدا خواهد کرد. پیام دریابی، لندن. همراه میشیم با نازنین رشیدی، شیمیدان و مدیر تولید شرکت بکارد بلژیک از آکسفورد همراه ما هستن. خانم رشیدی، خیلی خوش آمدید به برنامه. این لیتیوم رو من همیشه در جدول مندلیف میدیدیم و موقع فکر میکردیم زیاد به کار نمیاد. الان ظاهراً این که خیلی هم به کار میاد، نقشش هم در باتری های خودرو خیلی مهم شده. میشه یه مقدار توضیح بدید برای ما درباره نقشش در باتری خودروها؟ بله حتما. واقعیتش اینه که حالا لیتیوم در خودروی در باتری خودروها که خب نقشش خیلی مهمه، ولی به طور کلی وقتی نگاه میکنیم به هر وسیله‌ای که توی دستمون هست، موبایلمون، لپتاپمون، هر وسیله الکترونیکی که بدون سیم امروز دیگه استفاده میکنیم ازش، واقعیتش اینه که فکر میکنم احتمال خیلی زیاد باتری که توش هست باتری لیتیومیه. حالا دلیل اینکه اینقدر لیتیوم اهمیت داره توی این ساخته این باتری‌ها این هستش که این عنصر بسیار کوچیک، همون اوائل جدول مندلیف که شما بهش اشاره کردین، میزان زیادی انرژی رو میتونه ذخیره کنه. یعنی ما هنوز نتونستیم عنصر دیگه‌ای رو جایگزین لیتیوم بکنیم که بتونه هم به سرعت باتری رو شارژ بکنه، اون شارژ رو تحویل اون وسیله‌ای که داره استفاده میشه بکنه، و اینکه همزمان این میزان از انرژی رو بتونه در خودش ذخیره بکنه. بنابراین اهمیت لیتیوم فکر میکنم که بر کسی پوشیده نیست. و حالا همونطور هم که تو گزارشتون بهش اشاره کردین، با این قوانین سختگیرانه در برای استفاده از ماشین‌های بنزینی، خب استفاده از ماشین‌های الکتریکی اون بسیار افزایش پیدا خواهد کرد که نشون میده خب ما باتری بیشتری باید تولید کنیم. و علاوه بر اون، حالا شما به ماشین‌های الکتریکی اشاره کردین، بسیاری از کشورها قوانینی رو دارن که به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برن، مثل انرژی باد، انرژی خورشید. و انرژی باد و خورشید فقط در صورتی که بشه ذخیره‌شون کرد توی باتری مثل باتری لیتیومی قابل استفاده خواهند بود. پس بنابراین نقش لیتیوم بسیار بیشتر از این حرف هاست. خانم رشیدی، یه مقدار میخوام در مورد همین لیتیوم باز همچنین با این باتری لیتیومی صحبت بکنم. این که به هر حال در موبایل هامون ما خودمون شاهد هستیم که عمرشون کم میشه، آیا برای خودروها هم که حالا استفاده میکنند و اینقدر به سمت اونها دارن میرن این اتفاق میفته، یا اینکه در آینده باید شاهد این باشیم که این انرژی که این لیتیوم تولید میکنه، باتری لیتیومی، همینجور ثابت بمونه و با خیال راحت گازشو بگیرن و برن، یا این موبایل باتریش تمام نشه؟ بازم خیلی سوال خوبیه. فکر میکنم که این به عنوان یک انرژی جدید، هنوز هم اگه بخوای مقایسش کنی با انرژی فسیلی، انرژی بسیار جدید، یه چالش های خاص خودش رو داره. ما در باتری های خود رو هم این موضوع رو میبینیم که تقریبا عمری که به باتری های خود رو میدن چیزی حدود 8 سال هست، یعنی حدود 8 تا 10 سال بنا به استفاده ای که از خود رو میشه، به شکلی که از خود رو استفاده میشه، عمر باتری کاهش پیدا میکنه. اون چیزی که ما به عنوان عمر باتری داریم میگیم این نیست که دیگه باتری اصلا قابل استفاده نباشه، چیزی تا حدود میگن 80% عمرش رو هنوز داره. بنابراین استفاده ای که از باتری های لیتیومی بعد از خودروها هست، براشون اتفاقا یه سری تعریفات خاصی وجود داره برای اینکه مثلا ببرنش اتفاقا دقیقاً استفاده بکنن اون باتری های ماشینی رو که الان دیگه توی ماشین اونقدر نمیتونه کاربرد داشته باشه، ببرن برای ذخیره انرژی باد و خورشید ازش استفاده کنن. ولی ما فکر میکنم که حداقل تا چندین
سال آینده همچنان ببینیم که باتری ها به صورت دائم نمیتونن استفاده بشن، یک عمری دارن و عمرشون بیشتر از موبایله، ولی خب همچنان دائمی نیست. یه نکته دیگه هم که هست اینه که خب این خودروهای الکتریکی برای این میاد که مثلا محیط زیست کمتر آسیب بزنه، ولی در گزارش هم اشاره شد مثلا اینکه خیلی از این شوراب های استفاده میشه برای اینکه تولید بکنن این لیتیوم رو، این چطوری میشه با هم در حقیقت در یک کفه ترازو گذاشت این دو رو؟ خیلی خیلی نکته مهمیه و واقعا فکر میکنم که دلیل نگرانی بعضی از فعالان محیط زیستی دقیقا به همین برمیگرده. ولی برگردیم به استخراج نفت. استخراج نفت کاری که داره میکنه اینه که نفت یک منبع غیر قابل جایگزینی هست. ما استفاده میکنیم، نفت تموم میشه، اون رو تبدیل به بنزین میکنیم و هنگام سوختن بنزین ما همچنان داریم آلایندگی برای محیط زیست به ارمغان میاریم. ما توی یک گذار از توی گذار انرژی هستیم اصطلاحا، یعنی داریم انرژی های جدیدی رو معرفی میکنیم و این خالی از چالش های جدید نخواهد بود. آنچه که امید هست برای چنین انرژی های جدیدی این که به خصوص برای لیتیوم ما بتونیم بریم به سمت استفاده لیتیومی که توی اون باتری ها هست به صورت مجدد ازشون استفاده کنیم، بازیافتشون کنیم و مجدد ازشون استفاده بکنیم و اون به اون معنا خواهد بود که نیاز به استخراج باتری کمتر میشه. به هر حال که تحقیقات به این سمت هستش که هر چقدر که میشه به صورت طولانی مدت هر ما بتونیم به محیط زیست خدمت بکنیم و اینکه بیشتر به جدول مندلیف اهمیت بدیم موقعی که درس میدن به ما، که بدونیم این عناصر بیدلیل نیست که اونجاست. خیلی ممنونم از شما خانم رشیدی، استفاده کردم از صحبتتون. نازنین رشیدی شیمیدان و مدیر تولید شرکت بکارد بلژیک. خب با این مبحث شیمی و جدول مندلیف میرسیم به پایان برنامه امروز. خیلی ممنونم که من و همکارانم رو در برنامه همراهی کردید. فردا 10 شب به وقت تهران خدمتتون خواهیم رسید. وقت شما بخیر. ارادتمند بفرمایید تصاویر روز.